که چش به هم بزنه آیتو قنایی به سرعت میگذره. همین کنگره که ما الان هستیم که دوره ششمش هست، تو من از دوار روز اول برنامه ریزی و فکر کردن راجع به کنگره بودم، میدونم واقعا 6 سال انقدر بسیار سریع میگذره. خب پس ما فکر کنیم یه لحظه که 20 سال دیگه میخوایم کجا باشیم، یعنی چه موقعیتی و چه جایگاهی میخوایم داشته باشیم. یه لحظه چشماتون ببندین و تصور کنین که 20 سال دیگه چه موقعیتی و چه جایگاهی میخوایم داشته باشید. خب کیا میخوان تجربهشون رو به اشتراک بذارن؟ بگی. خیلی خوب، عالی عالی. دیگه دوستان کیا میخوان تجربهشون رو اشتراک بذارن؟ یا من بپرسم یکی یکی؟ یا از همین جلو بگین، اونایی که اون کسی که میگه من یه چیزی هستش که نمیخوام بگم و اینها، خب اصراری نداریم که به زور بگید، ولی غیر از اون اگه هست بگین. بله عالی، بله عالی عالی. خب دوستان دیگه از همین ردیف، بله عقب پسرتون تو بعدش برسیم خانم بخت. بله بله کجای اروپا؟ پاریس. تو پاریس میخوان استاد چه رشته ای؟ یکی از قطعه این رشته. عالی. بله دوستان دیگه. عالی عالی. دوستان دیگه که میخوان تجربهشون رو به اشتراک بذارن. بله عالی عالی. دوستان دیگه ای که تو جمع هستن، بله خانم بخت. یه صاحب نظر جدی حوزه اعتیاد هستین 20 سال دیگه. خب یه لحظه هم دوستان یواشاش فکر کنن، میتونن اینجوری فکر کنن که در 50 سالگی چه تصوری از خودشون دارن. خب چون خیلی از جمع دوستانی که اینجا هستن تقریبا حدود مثلا 20 سال آینده توی واقع بازه حدود 50 سالگی قرار میگیرن، توی حدود 50 سالگی فکر میکنن که در چه جایگاهی هستن. خب دوستان دانشگاه تبریز، عالی عالی. برای دوستانی که تازه به جمع ملحق شدن، ما داریم از همه سوال میکنیم که در 50 سالگی فکر میکنید که چه جایگاهی دارید، یعنی تصور خودتون از خودتون در 50 سالگی چیه، در 50 سالگی دارین دوست دارین کجا باشید. آیا لطفاً شما 50 سالگی دوست دارین کجا باشین، چیکار کنید؟
نگم 50 سال دیگه، میگم وقتی خودت 50 سال شدید، یعنی وقتی که در 50 سالگی هستین فکر میکنید که در چه شرایطی هستین. پس دکتراتون رو گرفتین و یه مرکز تحقیقاتی هم خودتون دارید و دارین کار میکنید. تو چه زمینه ای؟ علوم شناختی. خیلی عالی. دوستان دیگه تو جمع؟ بچه های دانشگاه یزد بگین. یه نکته کلیدی خدمت دوستان عرض بکنم، این تصوری که تا 50 سالگی خیلی راه مونده خیلی تصور درستی نیست. یعنی طبیعتا خیلی زمان مونده تا 50 سالگی، ولی برنامه ریزی کردن و فکر کردن که در 50 سالگی من میخوام چیکار بکنم یه اتفاق خیلی خوبه. یعنی اینکه اگه آدم ها این تصور رو دارن و میتونن راجع به 50 سالگیشون فکر بکنن، یه اتفاق خیلی خیلی خوب رو دارن دنبال میکنن. و حقیقت اینه که ما در ایران متاسفانه خیلی وقتها دیدها و افقهای زمانی خیلی طولانی نداریم. یعنی داریم راجع به یک هفته آینده یا اینکه چند ساعت آینده بعضی وقتها داریم، یعنی به طور عمده داریم فکر میکنیم و شاید واقعا 5 سال 10 سال آینده فکر کردن هم خیلی شایع نباشه. اما به نظر میاد فکر کردن به آینده های دور میتونه اتفاقا یک اتفاق خیلی خوب و میمون باشه. یعنی اینکه ما میتونیم راجع به آینده فکر بکنیم. و جالبه که بررسی ها نشون میده وقتی آدم ها شروع میکنن راجع به آینده به شکل اپیزودیک فکر میکنن، یعنی رویدادهایی که قراره در آینده روی بده بهش فکر میکنن و تصویر مشخصی از اون رویدادها برای خودشون میسازن، تأثیرات خاص شناختی ایجاد میشه. یعنی در واقع اپیزودیک فیوچر تینکینگ یا EFT یک نوع مداخله بسیار اثر بخش شناختیه و تأثیرات متفاوتی هم در مورد EFT وجود داره. انواع EFT های مختلف وجود داره. EFT هایی که صرفاً شبیه چیزی که ما صحبت کردیم راجع به پازیتیو ایونت ها صحبت میکنیم، قراره که من در 50 سالگی چه جایگاه برتری داشته باشم، خب، تا EFT هایی که نه، سناریو بیست، حتی میگن شما اگه در این موقعیت باشین این کار بکنین در این شرایط چیکار انجام میدید. انواع اپیزودیک فیوچر تینکینگ ها آدم ها دیدن که تأثیرات جدی شناختی ایجاد میکنه و میتونه در فرآیند های درمانی هم به کار بره. اما ماجرایی که ما صحبت کردیم یه جورایی وصل میشه بحثی که من میخوام راجع بهش صحبت کنم و اون بحث اینه که شما در شرایط ایدئال چطور بهتره تز فوق لیسانس، دکترا یا بچه که حوزه پزشکی هستن تز دوره دکترای عمومیشون رو چطور انجام بدن. و به طور خیلی خیلی جدی میخوام این نکته رو تاکید بکنم که تز دکترا یا تز دوره فوق لیسانس عموما مسیر زندگی آدم رو تعیین میکنه، یعنی جهت دهی میکنه برای اینکه ما در سالهای آینده چه کاری میخوایم انجام بدیم و یک نقش خیلی خیلی مهم در موفقیت آینده بازی میکنه. اونهایی که تونستن تز رو در یه حوزه مرتبط با اون علاقه هاشون انجام بدن و در شرایط خوبی تزشون رو انجام بدن، عموماً آدمهای بسیار موفق تری بودن. و اگر بتونه فرد از فضای دوره تزش حد اکثر استفاده رو بکنه به نحوی که متصل بشه تزش به اون تصویری که از خودش در 50 سالگی داره، یک اتفاق خیلی خیلی جذاب و ارزشمند روی میده. اما متاسفانه تو سالهای اخیر خیلی خیلی زیاد من میبینم دوستانی که تو حوزه‌های مختلف مرتبط به رشته علوم اعصاب تز دکترا یا تز فوق لیسانس انجام میدن که اون استاندارد لازم رو نداره، یعنی تقریبا هیچ ارتباطی با اون تصویری که از خودشون در 50 سالگی دارند نداره. و این یک نگرانی خیلی خیلی جدی در من تو این سالها ایجاد کرده و تلاش دارم میکنم به دوستان یه سری تجارب رو منتقل بکنم که واقعا تز فوق لیسانس تز دکترا باید چگونه طراحی بشه و چگونه اجرا بشه برای اینکه تو اون راستای اهدافی که ما
داریم فکر میکنیم قرار بگیره ما رو به اون نقطه که میخوایم برسونه. 10 تا بحث رو میخوام، 10 تا نکته رو امروز میخوام بگم و بیشتر از اینا نمیخوام ادامه بدم. فقط یه دونه اسلاید هم هستش، رو همین یه دونه اسلاید 10 تا نکته رو میخوام با هم مرور کنیم. 10 تا نکته‌ای که به نظرم تعیین کننده است برای اینکه ما یک تز فوق لیسانس یا دکترای خوب انجام بدیم با هم راجع بهش یکم هم صحبت خواهیم کرد. خب من خواهش کردم که خانم دکتر رضاپور هم لطف کنن تشریف بیارن و با توجه به اینکه ایشون اولین فارغ التحصیل دکترای روانشناسی شناختی در ایران هستند، تجارب شخصی خودشون رو توی فرایند کار تزی که انجام دادن هم با شما به اشتراک بذارن و شاید نکات دیگه هم داشته باشن. شما اسلاید هم خامتور دارین یا اینکه عالی دارین؟ عالی. یه سری اسلاید هم داره. اسلاید نوتو فرمان دادین؟ پس اسلایدتون اگه بدین نوتو فرمان، تجارب شخصی خودشون رو با ما به اشتراک بذارن با ترجمه اینکه حالا خواهیم گفت چطور تزشون رو انجام دادن و فرایند تزشون چطور انجام شده. ما امیدواریم که این چیزی که امروز با هم به اشتراک میذاریم تجربه خوبی ایجاد بکنه در نهایت برای دوستانی که میخوان تو این زمینه کار بکنن و فعالیت بکنن. نه ایشون اول در واقع تو اولین گروه بودن، ولی دوستان دیگه هم که با ایشون هم دوره بودن هنوز دوره‌شون تموم نکرده. نه سختیه به اون معنا نداره، ولی اینکه چطور انجام بشه و خروجیش چطور باشه، این به نظرم میاد که بحث جالبی که با هم صحبت خواهیم کرد. اولین نکته اینه که خیلی از دوستان میگن ما تزمون رو انجام میدیم راجع به یه موضوعی و خیلی هم مهم نیست، چون ما ممکنه که یه کار دیگه بعدم بخوایم توی زندگی تحصیلیمون یا شغلیمون انجام بدیم. یه جوری میگن تز باید یه چیزیه که انجام بدی و بره، وقت تو خیلی زیاد حرومش نکن، وقت زیادی رو تزت نذار. یک تعهدی که باید مثل کورسی که باید پاس بشه سعی میکنیم انجام بدیم و چیکار کنیم؟ پاس بکنیم و بره. خب این بزرگترین و اولین اشتباهیه که آدم ها ممکنه تو این زمینه انجام بدن. یعنی آدم ها شروع بکنن فکر کنن که چون ما خیلی متاسفانه در مورد خیلی درس‌ها این کار میکنیم، حالا به حال اونها هم اتفاق بدیه، ولی اگه این کار در مورد تزمون داریم انجام میدیم باید بدونیم که اتفاق خیلی خیلی بدی داره میفته. یعنی اونهایی که فکر میکنن که از این فرصت قرار نیست استفاده جدی بکنن، یه خسارت خیلی خیلی جدی میخورن. و حتی اونهایی که در دوره فوق لیسانس تزهای نامرتبط انجام میدن، مجموعاً میتونم بگم که غیر از این که از اون در واقع زمان استفاده نمیکنن، یه نقطه منفی در پرونده علمیشون ایجاد میکنن. چون حقیقت اینه که در فرایند پیشرفت علمی شما، وقتی که شما میخوان یه جای هیئت علمی بشید، خب فرض کن یه دانشگاه بین‌المللی یا یه جای تو ایران دارین هیئت علمی میشید و آدم وقتی سی وی شما رو نگاه میکنه تو کمیته جذب قرار داره، داره نگاه میکنه، یکی از مهمترین فاکتورهایی که آدم نگاه میکنه اینه که این طرف واقعا سیر علمی که طی کرده یک ثبات و یک جریان منظم و مرتبی داشته یا نداشته. کسی که فوق لیسانسش رو در حوزه آ انجام داده، دکتراش در حوزه بی انجام داده تزش رو و بعد الان در حوزه سی داره کار میکنه، این یه جورایی آدم رو احساس میکنه که نه این واقعا یک مسیر علمی جدی رو دنبال نمیکنه. ولی اونهایی که یک مسیر حتی تو مراحل ابتدایی یه مسیر مشخصی رو دارن دنبال میکنن، یه احساس خیلی خیلی مثبتی به اون تیم میده که نه این فرد داره یک جریان درستی رو طی میکنه. اما لزوما هم فقط صرفا سی وی نیست. اونهایی که از میتونم اینجوری براتون بگم، فرصتی که افراد تو تز فوق لیسانس و دکترا دارن فرصت منحصر به فردیه که تقریبا هیچ وقت دیگه در دوره تحصیلی شما حاصل، هیچ وقت دیگه شما همچین چارچوبی ندارید که یه پروژه در یک چارچوب خیلی منظم و مرتب انجام بدید. یعنی این یک فرصتیه که اگه از دستتون بره عموما قابل جبران خلاصش میخوام بگم نیست. یعنی در قدم اول تز فوق لیسانس و دکترا رو باید آدم‌ها خیلی اتفاقا جدی بگیرن و فکر کنن که این یه ماجرای خیلی خیلی مهمه.
و اتفاقا چیزیه که آدم باید از روز اولی که میخواد تزشو شروع بکنه، در واقع دوره دکتراشو شروع بکنه، دوره فوقلیسانسش شروع بکنه، به طور جدی باید راجعش فکر کنه. من خیلی وقتا میشنوم که تو ایران دوستان میگن که آره طرف مثلا امتحان جامعهشو بده و بعد تازه شروع کرده فکر کنه که میخواد رو چه حوزه‌ای تز انجام بده. یعنی خیلی از دانشگاه اصلا این شکلی میگن هنوز طرف باید بره بخونه یکم بفهمه ماجرا چی و اینها، بعد اینکه امتحان جامعهشو داد تازه فکر کنه که تزشو میخواد چیکار انجام بده. این از اون اتفاقات خیلی خیلی بدیه که مکررن توی فضای آکادمیک ما میفته و واقعا ما رو دوچار مشکل میکنه. از بذارید همین نقطه شروع کنم. خانم تو شما تزتون رو کی شروع کردید؟ در واقع برنامه ریزی کردن و راجبش فکر کردن. خانم تو میخوایم بیاین اول خودتون معرفی بکنین از بلندگو و بگین اصلا از چه در واقع زمینه اومدید و چه توضیحی داده، در واقع بک‌گراندی دارید که یکم کمک بکنه که با هم بریم جلو. عالی. عالی، متشکرم. یعنی شروع زود به نظرم از اون نقاط خیلی خیلی کلیدیه. خب همینطور زود ما رو ترک نکنید. میخوام بعد از من صحبت بکنید. خیلی خوب، عالی، بریم جلو. خیلی خوب. دو، نکته دومی که به نظر میاد خیلی مهمه مرور منابع. مرور منابع به چه معنا؟ من با بچه‌هایی که کار تز انجام میدیم تاکید میکنم که اگر در یه حوزه‌ای دارین تز انجام میدید، باید دقیقاً بدونید کی کجا تو دنیا داره چی کار انجام میده. این که من 4 تا 5 تا مقاله تو این حوزه خوندم هیچ وقت کفایت نمیکنه. تقریباً با همه بچه‌ای که ما تز انجام میدیم مقیدن که یه چیزی شبیه سیستماتیک ریویو قبل از اینکه تزشون شروع بکنن انجام بدن. و این حتماً زمان میبره. بعضی وقتا 6 ماه یک سال زمان میبره همین کار فقط. یعنی که من به نقطه‌ای برسم که بدونم مثلا الان دوستانی هستن که تو تیم ما فرض کنید که TDCS و FMRI کار میکنن، بدونم که تا امروز 106 تا مقاله کار شده، این 106 تا مقاله که تا حالا کار شده تو چه حوزه هایی بوده، چند تا لب، مثلا 22 تا لب توی دنیا دارن این حوزه رو کار میکنن، آدم های اصلی که این لبار دارن میچرخونن کیا هستن و چطور دارن در واقع مدیریت میکنن لب هاشون رو، چه جورنال هایی دارن تو این حوزه مقاله منتشر میکنن، ابعاد متدولوژی که این ماجرا به چه صورتیه. یعنی اینکه فرد بدونه که دقیقاً داره توی دنیا تو این زمینه چه اتفاقی میفته و بعد حتی اومده سیستم پاب مدش رو جوری تنظیم کرده، یه سری کی ترم بهش داده، چون توی پاب مد که شما میرین میتونین یه اکانت شخصی باز بکنید، اونجا یه سری کی ترم بدین، بگین این فیلد منه، هر وقت مقاله تو این زمینه چاپ میشه برای من چیکار کنین، به من الرت بدین. چند نفر الان پاب مد الرت دارن تو جمعی که تو ما هستیم؟ خب تو گوگل اسکولار. خب اولین نکته اینه که من به این نقطه برسم که اینقدر فیلدم مشخص باشه که بدونم دقیقاً تا امروز چه اتفاقی افتاده و یک الرت روی ایمیلم دارم، روی این در واقع وبس، حالا از گوگل اسکولار استفاده میکنم یا از پاپ مد استفاده میکنم. خیلی ساده میرید اون داخل یه سیستم الرت برای خودتون راه میندازین و میگید من چون تو این فیلد کار میکنم هر مقاله جدیدی که چاپ میشه، حالا مثلا من الرتامو عموما میذارم شنبه برام میاد که وقت دارم شنبه ها میشینم چیز جدیدی که اومده میخونم. خب ولی افراد ممکنه بگن همون لحظه‌ای که چاپ شده برای من بفرست. خب بعد بچه‌ها مثلا زنگ میزنه میگه آره مثلا تو فلانی که دانشگاه آکسفورد کار میکرد که قبلا 4 تا کار دیگه کرده بود این هفته مقاله چاپ کرده که مثلا اون چیزی که قبلا کار نکرده بود رفته اونم کار کرده. خب یعنی وقتی که الرت میاد فرد میدونه که این کیه، کجا داره کار میکنه، زمینه کاری قبلیش چیه، چه کاری قبلا کرده، تو اون کاری که تا حالا تو دنیا انجام نشده این کدومو زده که احتمالاً ما دیگه نمیتونیم نفر اول تو اون قضیه باشیم.
خب یعنی دانشجو دکترایی که میخواد توی حوزه کار کنه تو قدم اول باید یه همچین جایگاه همچین تسلطی داشته باشه و اینجوری سوار باشه راجع به رو فیلدی که داره کار میکنه. اگر سوار نباشه رو فیلدش و اینقدر اطلاعات نداشته باشه، اصلا شروع کردن و جلو رفتن یه خطای بزرگه، به خاطر اینکه قطعا نمیتونه کاری انجام بده که بتونه تو پازل جهانی یه جای خوبی رو بتونه پر بکنه. پس قدم دوم اینه که من در درجه اول تو اون حوزه‌ای که میخوام کار بکنم بدونم چه اتفاقاتی داره میفته به طور کامل، و همچنین الرتی رو ایمیلم دارم، روی سیستم در واقع پاب مدم دارم یا سیستم گوگل اسکولارم دارم که کارهای جدیدی که تو اون حوزه من منتشر میشه رو مرتب برای من میفرست. نکته سوم اینه که به بچه ها میگم سیکرت وپن شما چیه؟ یعنی چی سیکرت وپن؟ یعنی میگم که چی شما رو خاص میکنه؟ چرا شما باید این کار انجام بدید؟ این تست چرا برای شماست؟ خانم بخت ممکنه الان من بگم که من تو حوزه اعتیاد دارم تز انجام میدم تو این زمینه خاص، اثر نمیدونم فلان مداخله ایکس در این مشکل در بیمارانی که دچار اعتیاد هستن. ازشون سوال میکنم، میگم چرا این تز رو میخواین شما انجام بدید؟ میگن چون من آدم باهوشی هستم. میگم خب این آدمایی که اینجا هستن توی سالن احتمالاً اونایی که تو آکادمی دارن کار میکنن آدمای چی ان؟ همه‌شون آدمای باهوشی ان. ممکن ایشون بگه من آدم سخت‌کوشی هستم. میگم بازم دوستان که اینجا هستن آدمای سخت‌کوشی هستن. ولی ایشون میگه من 10 سال تو حوزه اعتیاد کار میکردم، همه آدمایی که تو حوزه اعتیاد هستن رو میشناسم و میتونم مریض‌هایی رو تامین بکنم که مثلا خانم وارتانیان پشت سر من نشسته، ایشون امکان رو، یعنی این ویژگی منحصر به فرد منه که من این کارو میتونم بکنم، دیگران نمیتونن انجام بدن. خب من دسترسی به گروه خاصی دارم که دیگران ندارن. من یک بک‌گراند تحصیلی خاصی دارم، مثلا فرض کنین که لیسانسم ریاضیات بوده، یه پایه قوی کامپیوتیشنال لازم میتونم استفاده کنم. یکی میگه من نمیدونم، یه چیز خلاصه فکر کنید که شما به علت بک‌گراند تحصیلیتون، به علت ارتباطاتی که دارین، به علت شهری که توی زندگی میکنید، سیکرت وپنتون چیه؟ خب تو چه حوزه‌ای احتمالاً اگه کار بکنید یه امتیازی به دیگران دارید که شما رو یه پله جلو میندازه. خلاصش خب امتیازات شما برای اینکه شما رو جلو بندازه چیه؟ یکی ممکنه بگه که من اساساً از روز اولم توی نمیدونم تیم ملی قایقرانی بودم، خب و چون تو تیم ملی قایقرانی بودم همه آدم‌هایی که تیپ الیت اتلیت هستن، ورزشکارای حرفه‌ای هستن و میشناسم، کام پس اگه تو این گروه کار بکنم ارتباطاتو. یعنی فکر کنید که سیکرت وپن‌های شما چیا هستن. خب در شهر یزد چه سیکرت وپنی وجود داره خب که در بقیه ایران ممکنه به این راحتی در دسترس نباشه؟ نکته چهارم اینه که من به دوستانی که تو ایران تز انجام میدن به طور جدی تاکید میکنم که حتما برای تزشون یه اینترنشنال کلابوریتور داشته باشن. وقتی میگیم اینترنشنال کلابوریتور داشته باشین، همزمان با خودش یک عالمه الزامات هم میاره. اولین ماجرا وقتی شما میگید اینترنشنال کلابوریتور من داشته باشم، باید بدونید که کی دو دنیا داره چی کار میکنه، که کدوم کلابوریتور ممکنه به درد شما بخوره یا نخوره. دوم این که باید بدونید که اصلا چطور شروع کنید یه آدمی رو به عنوان کلابوریتور توی تزتون بیارید، چطور از چه نقطه اصلا این ماجرا شروع میشه، من چطور میتونم کامیونیکیت بکنم و این ارتباط رو ایجاد بکنم. سوم این که اگر شما اینترنشنال کلابوریتور دارید، ناگزیر تزتون پروپوزالش باید به انگلیسی باشه، یعنی حتما یه پروپوزال انگلیسی هم باید داشته باشه. یعنی شما نمیتونید ایدتون رو باید بتونید شیر کنید با دیگران وقتی که پروپوزالتون فارسی، امکان وجود نداره.
من باز به طور جدی به دوستان پیشنهاد میکنم که پروپوزال تزشون رو از روز اول به انگلیسی بنویسن و بعد وقتی میخوان به دانشگاه تحویل بدن، حالا فارسی میکنن یا بعضی از دانشگاه هم که انگلیسی هم قبول میکنن. خب یعنی تاکیدم اینه که پروپوزال از روز اول باید به زبان انگلیسی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه بتونید با دیگران به اشتراک بذارید و این اشتراکه بتونه کمک بکنه برای اینکه نظرات دیگران رو بگیرید و بتونید مطمئن بشید که کاری که دارید میکنید کار درستی. نکته پنجم، فکر کنید در نهایت تزی که دارید انجام میدید قراره به چه دردی بخوره، آیندهش چیه خلاصش. خب یعنی بسته ای که میخواین تولید بکنین، ابزاری، یعنی من این کارو دارم میکنم، کی مشتریشه خلاصش؟ من نمیتونم تزی انجام بدم که هیچکس مشتریش، شما ممکن بگید مشتریش نمیدونم نشنال ساینس فاوندیشن امریکاست، اوکی، یه کار خیلی بیسیک دارم انجام میدم ولی میدونم کی مشتریشه و میدونم چه محصولی. من دارم میخورم همینو، کافی یاره این برات بذارید خوبه، ولی اسراف میشه. پس ممکنه مشتری تز من چی باشه؟ یک، دوستانی که الان دارن تز انجام میدن، چند نفر تو اینجا الان همین الان دارن تز انجام میدن؟ خب خیلی خوب، به من میگین تزتون مشتریش کیه؟ محصولش چیه و مشتریش کیه؟ بیماران استروک. و کی مشتریشه؟ یعنی شما دارین یک کار اپتوژنتیکه، انیمال مدل استروک دارین کار میکنین. فکر میکنین که پروداکتاشو کی بخره؟ ایده ندارید. خب دوستان دیگه که دارن تز انجام میدن، بله، عالی. یعنی شما یه در واقع سیستم اولتراسون دارین کار میکنین که قراره بلاد برین بریر رو رد بکنه یا میزان در واقع نفوذ پذیری بلاد برین بریر رو تغییر بده و روی انیمال مدل یا هیومن سابجکت. عالی. و بعد خروجیش در نهایت چی خواهد بود؟ و اگه 100 باز بشه چه امتیازی خواهد داشت؟ عالی. پس ذهنیت اینه که قراره در نهایت تکنولوژی ایجاد بشه که با استفاده از امواج صوتی، امواج فراصوت، ما بتونیم یه جریانی توی مغز باز بکنیم که داروها رو بتونیم مثلا به تومورها منتقل بکنیم یا کارهای شبیه انجام بدیم. ولی کلن لاین اولتراسونیک استیمولیشن در مورد مغز لاین بزرگ و جذابیه و کلی تکنولوژی جدید راجبش داره میاد و روش‌های مختلف استیمولیشن وجود داره و اینها، یعنی یه فیلدیه که پروداکت‌های مشخصی میتونه ایجاد بکنه. به نظر هم میاد یه فیلدیه که ما تو ایران میتونیم تکنولوژی داشته باشیم و بسازیم، یعنی نسبتاً تولیدش چیز قابل تصور و قابل دسترسیه. تکنولوژی آنچنان پیچیده غیر قابل دسترسی در داخل ایران نیستش. عالی. دوستان دیگه که تز دارن انجام میدن، اون انتهای سالون بفهمید، فقط باید بلند و رسا صحبت کنید. خودتون اگه معرفی کنید خیلی خوب میشه، بخاطر اینکه شما، ما اول همه دوستان خودشون معرفی کردن، شما یکم دیرتر رسیدین. بله،
بله آخ شما هم البته هم خود معرفی کردید. بله بفهم. که به چه دردی ممکنه بخوره. عالی. پس آیتون خوش بود. بفهمی خوش بود. استدام میکنم آیتون. یعنی سیکرت وپن شما بکراند کاراته شماست. آیتور من یه استفاده میخوام بکنم. شما الان کار کلینیکال هم انجام میدید. چقدر از تجارب تز فوق لیسانس دکتراتون تو کار کلینیکالتون الان استفاده میکنید؟ چند سال پیش تو تزتون و تز دکتراتون انجام دادید؟ 12 سال پیش. یعنی شما کهشون در واقع این مسیر رو طی کردید، یعنی اومدید تز فوق لیسانس دکتراتون انجام دادید و الان کار کلینیکال میکنید، شما میتونید به دوستانی که الان تز فوق لیسانس دکتراشون رو دارن انجام میدن این دیدو بدید که چقدر اگه اون تزتون توی حوزه دیگه کار میکردید چقدر. رو همون سوار میکنید. متشکرم ایتو. تشکر میکنم. نه حقیقت یعنی این یک مسیر درسته. یعنی من یه بکراندی دارم، رو اون بکرانده یه پروژه سوار میکنم، تز فوق لیسانس هم، تز دکترام و بعد همونو تو کار کلینیکالم دنبال میکنم و یه جریان منحصر به خودم ایجاد میکنم که امضای خودم هست. یعنی هیچ کس دیگه این تخصص رو نداره و یه کاری من میتونم بکنم که دیگران نمیتونن انجام بدن. و بعد وقتی که شما دارین این کار رو انجام میدید استرس خوبی دارین، بخاطر اینکه میدونین من یه خدمت منحصر به فردی دارم توی شهر خودم، کشور خودم ارائه میدم که از عهده کسی دیگه هم بر نمیاد. خب پس این چیزی که تا الان با هم گفتیم، حالا داریم با هم پله پله باز جلو میریم. خب یه نکته دیگه که به نظرم خیلی خیلی کلیدیه تو بحثمون و کمک میکنه به طور جدی
اینه که من میگم بچه‌هایی که دارن تو این حوزه کار میکنن، تو حوزه های علم کار میکنن، چند تا اسکیل خیلی پایه‌ای باید داشته باشن. یکی از اسکیل های بی نهایت پر اهمیت و بسیار هم مورد غفلت اسکیل های استاتیستیکسه. کسی الان نمیتونه ساینتیست باشه مگر آمار رو خیلی خوب بلد باشه. اصلا فهم ساینس بدون درک دقیقی از آمار اصلا امکان پذیر نیست. وقتی هم دارم به شما میگم آمار، واقعا ماجرا فقط تی تست و آن و واین ها نیست. خیلی آمار فراتر از تی تست و آن در واقع نمیدونم ماجرا این شکلی. و هر چقدر من به دوستان میگم سرمایه گذاری بکنید در این که دانش آماریتون افزایش پیدا بکنه، ارزش داره. آمارم چیزی نیست که من بیام یه کورس مثلا یه ترم پاس کنم آمار یاد بگیرم. یه اسکیلی که شما در طول زمان پله پله میسازید. و تاکید میکنم به دوستان در نهایت اونایی که واقعا تو فیل آکادمی میخوان بمونن، اونایی که میخوان ساینتیست بشن در نهایت، خب اونایی که میخوان ساینتیست بشن، شاید اونایی که فضای آماریشون قدرت آماریشون افزایش میدن، همیشه میگن بزرگترین نقطه قوت ما توانمندی های آماری مونه، و اونهایی که یک کم تو این حوزه ضعف دارن همیشه این ضعف رو احساس میکنن، میگن همیشه بزرگترین نقطه ضعف ما مسائل آماریه. و چیزیه که آدم باید از پایه درست یاد بگیره و وقت بذاره و کار بکنه. من بچه ها توصیه میکنم، میگن به طور جدی اسکریپتینگ و استفاده از نرم افزارها با استفاده از کدنویسی رو یاد بگیرید تو فضای آمار. یعنی یاد بگیرید که از نرم افزاری مثل آر استفاده کنید. چند تا از دوستانی که تو این جمع هستن آر استفاده میکنن؟ یک نفر. خب شما که بالاخره باید این کارو بکنید. دیگه دوستان دیگه تو جمع هستن. خب نکنید. حقیقت اینه که فضای آماری در همه دنیا به سمت پلتفرم های شبیه مثلا آر داره حرکت میکنه. خب خانم دکتر صفوی منش که تو این کنگرم چند تا برنامه داشتن، دیدم به طور خاص کلاس های آر برگزار میکنن. از اون سرمایه گذاری های خیلی خیلی خوبه. یعنی من کاملا توصیه میکنم به همه اونهایی که تو آمار اسکریپتینگ نمیتونن انجام بدن، یعنی فقط میتونن برن توی سافتوری دو چیز کلیک کنن به هم وصل بکنن و ریزالت بگیرن، توصیه میکنم که اگه میخواین ساینتیست بشین اسکریپتینگ در فضای استاتستیکس رو یاد بگیرید. یعنی یاد بگیرید که چطور کد بنویسین و بعد بتونید کدتون رو شیر بکنید با دیگران. وقتی کد شروع میکنید کد نوشتن، چه امتیازی براتون ایجاد میکنه؟ امتیاز اصلی اینه که شما هر وقت دیتابیس عوض میکنید، فقط چند تا چیز تو اون کد عوض میکنید دوباره میره، و بعد شما میتونید با دیگران به اشتراک بذارید، کدتون اصلاح بکنید. یعنی یه زیرساختی برای خودتون ایجاد میکنید که جزء سرمایه‌گذاری های بسیار ارزشمنده. پس اگه من بخوام یکی از توصیه‌های خیلی جدی برای سرمایه گذاری زمانی رو به دوستان پیشنهاد بکنم، در هر فیلدی هستید، روانشناسی میخونید، بیولوژی میخونید، نمیدونم مهندسی، توانمندی های اسکریپتینگتون رو زیاد کنید. حالا بچه های مهندسی ممکنه اونهایی که خیلی پایه مطلب دارن بخوان کار استاتیستیک چون تو مطلب انجام بدن، اینم امکان پذیره. خب ولی حتی اونهایی که مطلب کار میکنن و تو اون حوزه مسلط هم هستن، با این وجود خیلی توصیه میکنن که شما حتما آر رو هم یاد بگیرین، چون بالاخره مطلب یه چیزیه که لایسنس گرونی داره، و از طرفی خیلی از پکیج ها الان شما میبینید نسخه های رایگانش روی آر وجود داره. یعنی اگر شما در نهایت بخواید کار ساینس بکنید، اینجوری براتون بگم، کار ساینس بدون اتصال به اینترنشنال کامیونیتی یه چیز کاملا تصور کاملا باطلیه. یعنی کار ساینس خوب الان کردن بدون اتصال به اینترنشنال ساینتیفیک کامیونیتی تو فیلد خودتون تقریبا امکان پذیر نیست. و در اینترنشنال ساینتیفیک کامیونیتی شما تا واقعا نتونید کارهای ادوانس استاتستیکس انجام بدید، خیلی از کاراتون خوب جلو نمیره. یعنی اگه میخواین توی حوزه سرمایه گذاری کنید، در یادگیری آمار پیشرفته وقت بذارید و سرمایه بذارید. و در این فضا به طور جدی من توصیه میکنم به دوستان که شروع بکنید افزار آر رو یاد بگیرید.
به نظر میاد سخته، ولی شروع بکنید، یک کم کار بکنید، در طول زمان میبینید که کاملا میتونید یاد بگیرید و یه چیزی مثل سافرهای مثل آر استفاده کنید. و اگر واقعا بتونید یه پله جلوتر برید و دیدتون رو گسترده بکنید، بتونن در روش های غیر از روش های فریکونتیستی که ما استفاده میکنیم که بر اساس یه جورایی پایه های اولیه است، بتونید برین به این سمت که روش های بیزیان رو یاد بگیرید. خواهم دو تو نظر شما چیه؟ خواهش میکنم. میگن که یه بار دیگه سوالتون بلا میپرسیم. خواهم تو صاحب معنیش که میگفتم میگن شاهد از غیب رسید شد، همین الان به ما ملحق شد. داشتیم الان برای یک دوره های آرا شما مارکتینگ میکردیم، یه درصدی باید من بدید خواهم دکترا برای بعدن از در واقع شرکت کنندگان این مجموعه تو کارگاه شما. ولی خواهم دکتر دیدم واقعا کاره خیلی خوب میکنن، به ما هم درصد نمیدم متاسفانه، ولی انقدر کارشون خوبه که آدم مجبوره که بالاخره تبلیغات کنه برای کاری که دارن انجام میدن. این جریان به نظرم جریان ارزشمندیه. خواهم تو یه توضیح کوچیک همینجا که الان دوستان هستن، چطور من اگه بخوام از فردا بخوام آر یاد بگیرم، کار ادوانس استاتستیکس یاد بگیرم، از چه نقطه شروع کنم؟ آره. و حتی بچه‌هایی که بک‌گراند های پزشکی دارن میگه ما هیچ وقت حالا کد نویسی نکردیم، واقعا یاد گرفتنش خیلی خیلی ساده‌تر از میکنم فکر میکنه. بعد شروع میکنین کپی پیست کردن، دیکارا پشت سر هم چفت و بست کردن و یواش یواش این اسکیله ساخته میشه در طول زمان و شما میتونید این رو ایجاد بکنید. من با نظر خامتور کاملا موافقم که واقعا حتی فهم، شروع به فهم پایه‌های اولیه آمار در زمانی که شما شروع کردین دارین آر یاد میگیرید کاملا امکان پذیره. یعنی تازه شروع میکنید، اصلا میخواید مفهوم تیتس رو یاد بگیرید، تو همون کد نویسی آر یاد میگیرید که اصلا تیتس چه مفهومی داره، چطور اینا با هم مقایسه میشن، دیتابیس ها چطور با هم مقایسه میکنین، تو همون پلتفرم شروع میکنین ها رو یاد گرفتن. و بعد غیر از این مقایسه ها یواش یواش شما یاد میگیرید که ارائه یک نمودار قشنگ و یک پرزنتیشن خوب از دیتاتون خیلی وقتا مهمه. و یک نرم افزاری مثل آر واقعا امکاناتی به شما میده که یه نمودارهای بسیار زیبا و گرافهای بسیار بسیار رپرزنتیتیو از اون چیزی که دارین خودتون انجام میدید، بیانگر و نمایانگر خیلی خوبی از اون دیتایی که دارین میتونید در واقع رسم بکنید و میبینید که بعداً گرافهای قشنگ و مرتب منظم چقدر رو پابلیش شدن دیتاتون موثره. یعنی میبینید که ژورنال‌های خیلی خوب وقتی که شما میفرستید، وقتی گراف های مرتب و منظم دارید، اینا رو همه درست طراحی کردید و اینها، چقدر رو در واقع کارتون میتونه تاثیرگذار باشه. پس رو این وقت گذاشتم یکم در واقع ایستادم رو ماجرای آمار. به نظرم از اون سرمایه‌گذاری های بی‌نهایت ارزشمندی که جا داره که شما یاد بگیرید و اطلاعاتتون توی زمینه افزایش بدید. واقعا الان با امکانات کامپیوتشنالی که اومده دیگه آمار فقط تی تست و اینها نیست، یعنی میرید سراغ ماجراهای کراس ولیدیشن، انواع روش‌هایی که بالاخره الان با توجه به امکانات ماشین لرنینگ امکان پذیره، ولی مثلا شاید 5 سال پیش نبود. یعنی روش هایی که مثلا روش های استک مدل هایی که الان اومده، واقعا شاید ما 5 سال پیش اجزای مثلا کرد انزمبل رو، من نمیدونم چند سال الان مثلا روش های این شکلی ما داریم استفاده میکنیم، که دیگه داستان فقط یه مقایسه نیست،
میاد چندین تا تست مختلف رو هم ترکیب میکنه، میانگین میگیره، میگه که با تست های مختلف در نهایت چقدر شما میتونید پردیکت بکنید اون چیزی که دنبالش هست. یعنی چیزایی که ما واقعا شاید مثلا 5 سال پیش نمیتونستیم انجام بدیم ولی الان امکان پذیر هستش. نکته هفتم، بچه ها میگن ما از کجا باید شروع کنیم؟ خیلی پیش میاد برای من که کسی میاد سراغ من میگه اختیاری من یه ایده ای دارم، میخوام تو این زمینه تز انجام بدم، میخوام مثلا اینو با این مقایسه کنم، فلان بکنم، این کار انجام بدم. نظر شخصی من اینه که نقطه شروعتون رو علاقه های شخصیتون و سوال های شخصیتون نذارید. یکم ممکنه این تو نگاه اول خیلی جذاب به نظر نیاد، اما من میگم نقطه شروع باید امکانات موجود در آزمایشگاه های موجود با اساتید موجود باشه. یعنی من باید ببینم اگه من در پژوهشکده علوم شناختی درس میخونم چه استادی هست که داره در یه حوزه خاصی کار میکنه و اون حوزه برای من هم جذابه و من به اون مین استریم میخوام وصل بشم. یعنی شما اگه میخواید با اختیاری کار بکنید باید ببینید که اختیاری الان تو چه حوزه ای الان داره کار میکنه. تو 3 سال گذشته 4 تا مقاله توش داشته، خب یه تیمی توش داره، آدم ها دارن تو این زمینه کار میکنن، میدونه دقیقا چه اتفاقاتی داره میفته و به اون جریان متصل بشید. من خیلی وقتا میبینم بچه ها میرن با اساتید یه پروژه شروع میکنن، میگن استاد گفته فلان کنگی رفته بودم دیدم این موضوع جالبی، میخوام شروع کنم باش کار کردن. استاد داره با دانشجو ریویو اف لیترچر میکنه، یعنی دانشجو میره مقاله جمع میکنه برای استاد میفرسته، استاد بخونه میده اصلا ماجرا. یعنی شما دارین به استادی دارین کار میکنید که استادتون هنوز این ماجرا رو تازه خوش شروع کرده که ببینه چه خبره. فاجعه است. یعنی شما تازه میخواین با هم، تازه استادتون هم هنوز با 1000 تا گرفتاری و بدبختی و اینا کی میخواد برسه که فهمه ماجرا چیه. یعنی من به هیچ وجه توصیه نمی کنم، یا بدتر از اون بعض میگم مثلا بعضی لوا اساتید میگن مثلا برو راجع به موضوعی پیدا کن که دوست داشته باشی مثلا. بعد یعنی بچه‌ها دارن خودشون میگردن یا بعد میارن پیش استاد میگن مثلا من میخوام راجع به این زمینه کار کنم، میگن خب جالب برو شروع کن کار کردن. حتی استاد انگیزن نداره که با دانشجو ریویو لیترچر بکنه. حالا باز پله قبلی باز یه پله بهتر بود، یعنی استاد براش جالب شده گفته خب مثلا بیام روز زمینه لیترچر لیترچر کنم، با دانشجو با هم شروع کردن. بعضی وقتا میگن اصلا با دانشجو شروع هم، یعنی با دانشجو شروع هم نمیکنه، میگه خب حالا تو زمینه جالب برو کار کن، بعد بیا پرزنت بکن. تازه استاد توی جلسه مثلا دفاع از پروپوزال فهم ماجرا مثلا چه چیزایی وجود داره اصلا، خب و بعد میخواد تازه تو زمینه جلسه دفاع شما تازه میگه او مثلا، یعنی تصورش اینه که خب این دانشجو تزی انجام میده تو جلسه دفاعش من چیزای جدیدی یاد میگیرم که اصلا ماجرا چیه. و این فاجعه است. ماجرا اینه که شما باید به جای اینکه فکر کنید که من این موضوع خاص برام جذاب میخوام کار بکنم، فکر کنید که کی داره تو چه زمینه کار میکنه. من اول نکته بچه‌ها میگم اگه تو این زمینه میخوام با یه استاد راهنمایی کار کنید، ببینید که اون استاد راهنما ببخشید ببینید که اون استاد راهنما تو اون زمینه در 5 سال گذشته چند تا مقاله چاپ کرده. اگه تو زمینه میخواین کار کنید که استاد شما تو اون زمینه یا زمینه‌های نزدیک دوروبر اون ماجرا 5 تا مقاله تو 5 سال گذشته چاپ نکرده، قطعاً شما هم نخواهید تو مقالتون زمینه چاپ بکنید. این میشه ماجرایی که ما الان با کلی تزای دانشجوی فوق لیسانس دکترا داریم، تز کرده در نهایت هم مقاله چاپ نشده. بله فهمید. ماجرا اینه که دکتر بخشید استاد تازه کار، یعنی استاد هست بالاخره، خب یعنی قرار بر اینه که اون استاد تز فوق لیسانسش، تز دکتراش، دوره پسا دکتراش اینا رو یه کاری انجام داده باشه و بعد استاد شما میشه
به خاطر همین دارم میگم، به خاطر اینکه شما قراره که شما هم همون چه شما به هم بزنید، یکی از اون استادا چی شمایید. خب الان خامتور رضاپور داره بالاخره هیئت علمی میشه، شروع میکنه دانشجو میگیره، طبیعتا ایشون باید تو زمینه دانشجو بگیره که تست فوق لیسانس و دکتراشو دوره پس دکتراشو تو اون زمینه انجام داده. خب و میدونه مسیر رو، میدونه که چه اتفاقاتی افتاده. خب ایشون نمیره نمیدونم در حوزه‌ای که هیچ ربطی به زمینه کاریش نداره دانشجو بگیره. خب یعنی استاد یعنی تازه کاری استاد به معنا نیستش که بخواد فیلدشو کاملا تغییر بده و تازه شروع کنه توی حوزه‌ای کار کردن. خب پس پیام اصلی اینه که به طور جدی به دوستان تاکید میکنم به مینستریم لب‌ها متصل بشید، به جای اینکه خودتون یه چیز جدیدی بیارید که هیچکس حالا تو اون مرکز شما کار نکرده. من خیلی وقتا ایمیل از بچه‌ها میگیرم که میگه من میخوام تو زمینه فلان کار کنم، هیچ کسی نیست تو مرکز ما، ولی خب من خیلی آدم علاقمندیم، خیلی هم باهوشم، خیلی هم زبر و زرنگم، میخوام این کار بکنم. اصلا داستان خیلی من باهوشم و خیلی توانمندم و خیلی وقت میذارم و جبران همینا رو میکنم نیست اصلا. بعضی از چیزا مسیرها باید، چرا من اصرار بکنم که مثلا میخوام برم نمیدونم از تهران برم کرج، بگم نه من باید برم چیز بکنم، یه جاده بزنم خودم، پیریزی بکنم و آسفالت بکنم و کوهو بکنم و تونل بزنم و برسم به کرج. میگم بابا اتوبات هست، کار چیزی نیست که من شروع کنم که من گریدر بیارم و نمیدونم لودر بیارم و شروع کنم جاده رو صاف کردن و سیمان بریزم و تو همون 3 متر اول تز فوق لیسانس تموم میشه، تز دکترام تو 10 متر اول تز دکترام تموم میشه، هنوز مثلا 30 کیلومتر منهای 10 متر مونده تا برسم به کرج. شما قراره در تز فوق لیسانس واسه دکتر به یه هدف برسید، قراره شما بتونید یه پیس کوچیک به اون اوییدنس های اون فیلد دنیا اضافه کنید. اگه بخواید تازه شروع کنین فونداسیون بریزید و فلان بکنید اینا که به کرج نمیرسید اینجوری. خب و من خیلی وقتا میبینم بچه‌ها تز فوق لیسانس دکتراشون رو زمینه انجام میدن که این شکلی. کلا من با رپلیکیشن مخالف نیستم، ولی با واژه دهنتون بوشیر میدم ببخش موافق نیستم. من معتقدم که هر کسی در همون در واقع فرایندی که هست متناسب با زمانی که در اختیار داره یه کار خوشگل میتونه انجام بده، ولی تعریف یه کار مناسب شسترفته جمع و جور متناسب با همه اون بک‌گراندی که وجود داره طبیعتا کار خیلی ساده هیچ وقت نیست، یعنی طبیعتا تعریف کردنش سخته. ولی من میگم وقتی میخوام این کار انجام بدم تو زمینه ای انجام بدم که تو اون لبی که دارم کار میکنم 3 نفر دیگه قبلا تو زمینه کار کردن. مثلا من اگه دارم توی لب ایکس دانشگاه امیرکبیر دارم کار میکنم که 4 تا دانشجو دکترا تا حالا تو اون زمینه فارغ التحصیل شدن و 10 تا مقاله تو اون زمینه چاپ شده، خیلی فرق میکنه تا اینکه من بیام توی زمینه کار کنم که همون بچه دکترا هست ازشون سوال میکنم، گیر دارم، گیر من برطرف میکنن، ابزارهایی که اونا قبلا دیولاپ کردن وجود داره، رون حوزه گرانت وجود داره، پول یعنی همه اینها وجود داره و من میدونم دارم چه مسیری رو طی میکنم. با هیچ وقت باهوشی و پر انرژی بودنتون، توانمند بودنتون دلیل نمیشه که شما توی زمینی از صفر شروع بکنید. خب ببخشید من اجازه بدین کم جلوتر برم بعد سوالام جواب میدم. شماره 8 فرایند پابلیکیشن از روز اولی که شما تزتون رو شروع میکنید شروع میشه. یعنی چی؟ بعض بچه ها پیش من میان میگن آره ما مثلا دیتا گرفتیم، دیتا رو آنالیز کردیم، تز متن تز رو هم نوشتم، ولی الان هنوز مقاله انگلیسی رو تازه دارم شروع میکنم، ابسترکت دارم میمیسم. من میگم ماجرای نوشتن مقاله از اون روز اولی که شما تزو می‌نویسین شروع میشه. چرا؟ شما پروپوزالتون رو پرپروپوزال انگلیسی می‌نویسید، پروپوزال انگلیسی دارین، تو مراجع بین‌المللی پروپوزالتون رو ثبت کردین،
به زبان انگلیسی، با آدم مختلف راجع پروپوزالتون صحبت کردید، تو هم مراحل اولیه اومدید متد و کارتون رو توی مقاله منتشر کردید. یعنی شما دارید پله پله اینا رو میسازید میایین بالا. روزی که شروع میکنید مقاله های کار تزتون رو انجام دادن، همه این بک‌گراند پشت سر شما وجود داره. شما تو اون حوزه دو تا مقاله ریویو تا حالا چاپ کردین، متد کارتون رو قبلا یه بار یه جای چاپ کردین، سه تا کنگره ابسترکت کارتون فرستادین، حالا شروع میکنین اینا رو کنار هم جمع و جور کردن و پلا. اونی که میگه من تازه میخوام بشینم شروع کنم از صفر بنویسم ببینم اصلا تو این حوزه چه چیزایی وجود داره، دارم منابع رو دارم نگاه میکنم، تازه اند نوت چیه میگن مثلا به من، ما شروع که مقاله نوشتن میخوام ببینیم اند نوت چیه. خب میگم شما اگه از اند نوت وقتی داشتین پروپوزال مینوشتین استفاده نکردین، یه لایبرری الان درست نکردید، کل مقالات فیلد تو لایبرریتون ندارین، چطور میخواین تازه شروع کنین؟ میگه شروع کردم، آره تز مثلا فوق دکترام دارم مینویسم، انگلیسی مقاله انگلیسی رو مور منابع دارم میکنم، در مرحله مور منابع در انگام نوشتن. میگه ببخشید مور منابعتون شما باید 2 سال پیش 3 سال پیش باید میکردید، تازه الان شروع کردید مور منابع دارین. او یه کار جدیدم عین کار من دیدم مثلا 2 سال پیش انجام شده، میخنده مثلا. میگه آخه این که فاجعه است که. خب آخه این که شما میگه چقدر جالب مثلا ما یه کاری کردیم که 2 سال پیش عینم انجام شده مثلا. میبینم آخه مکرر میبینم تو بین بچه ها، یعنی حالا ما یکم خنده داره ولی حقیقت اینه که واقعیت داره. خب این چیزی که واقعا تو فیلد ما میفته، متاسفانه مکرر این داستان رو میبینم. یه سری از اینها رو حالا خواهم طور که پرزنت بکنن، شما راجع به اینو صحبت میکنین دیگه، درسته؟ تجربه شخصیتون راجع به اینا یکم میگید، بعد ما یکم راجع به اینم اونجا ان شاءالله با هم یکم حالا نمونه کاری که تو این فضاها میشه انجام داد راجع بهش صحبت میکنیم. من بچه همیشه میگم مقاله نوشتن یه جورایی مثل یه نقاشی مینیاتوره. این مینیاتوره استاد فرشتیان دیدین؟ وقتی مینیاتور رو نگاه میکنه، شما توی نگاه اول که نگاه میکنین اولین چیزی به ذهن آدم میاد چیه؟ چقدر ظریفه، چقدر جزئیات داره دیگه، چقدر قشنگه دیگه، چقدر کار برده، چقدر این کار برده. حتی چه خب الان شما خیلی از دوستانی که الان هستن، الان دو تا وهابی میتونن من اینو به من بگن، خب خیلی وقتا آدم میتونه مقاله رو بخونه بدونی که بدونه ما کدوم جورنال چاپ شده، خب بگه این مقاله حدوداً تو چه ایمپکتی چاپ شده. قبول دارین دو تا وهابی اینجوری هست؟ یعنی شما از مقالات منتشر شده شما این مقاله میخونید، میگید این مقاله در لول نیچره، یعنی این چیزی که من دارم میخونم باید توی چیزی تو نژاد یا نیچر چاپ شده، نورون چاپ شده، یا نیچر نوروساینس چاپ شده، این مقالهش توی لول نیچر، این مقاله توی لول مثلا ایمپکت مثلا 4، این مقاله توی ایمپکت 1. این قبول دارین؟ یعنی آدم از روی مقاله که میخونه میگه آقا این که، یعنی کسی که این کار است، یه کسی مثل دکتر وهابی که خب سالها توی این فیلد مقاله میخونه کار میکنه اینها، دستش میاد این آدم شروع میکنه حتی اینتروداکشن طرف میخونه میگه این در چه لولیه کارش. بعضی از دوستانی که تو تازه شروع میکنن فکر میکنن مقاله خب یه متن انگلیسی و مثلا یه من 10 صفحه متن انگلیسی مثلا. خب ماجرا نوشتن 10 صفحه متن انگلیسی نیست. منم مثلا میتونم چیز بردارم، مداد رنگی بردارم، یه چیزایی رو نقاشی بکشم، مثلا این مثلا با نقاشی استاد فرشتیان شما مقایسه میکنه، چون مقاله ممکنه، یعنی بعض آدم هنوز چشم دیدن این که بتونن اون جزئیات تو مقاله ببینن ندارن. همونقدر یه کار کیفی خوب در فضای ساینس معلوم میشه. یعنی شما نگاه میکنین، یه دور نگاه میکنین مقاله، میگه این مقاله در چه لولیه. و یکی از اسکیلایی که شما در طول زمان دیولاپ میکنین اینه که بتونین مینیاتور بکشید. و همونقدر
مقاله نوشتن ظرافت و جزئیات داره و طول میکشه. یکی میگه آقا من فلان دارم میخوام تو 2 هفته، اصلا این تصوری که من تو 1 هفته 2 هفته مقاله مینویسم، بله من همه کارامو کردم، تزم انگلیسی بوده، 4 مقاله چاپ کردم، همه کارام کردم، همه دیتا هامو دارم، انور لایبرری مرتب، همه گرافامو کشیدم، همه شکلا نهایی شده، استوری میدم چی افسر، همه کارامو کردم، 2 هفته میشیدم تمام مدت مینویسم، آره ممکنه واقعا. غیر از این طول میکشه نوشتن مقاله، ریویژن میخوره، فیدبک آدم ها میدن، اصلاح میکنه آدم، جمع و جور میکنه. بعضی وقتا واقعا نوشتن مقاله 1 سال طول میکشه، مقاله خوب. و بعضی وقتا آدم 1-2 تا مقاله خوب، 2 تا وهابی آدم توی فیلد داره، برای کریر آدم چیه؟ کافیه. یعنی شما میگید آقا طرف این میناتور کشیده، 10 تا دیگه هم احتمالاً حالا یک کم پایین تر از این، یک کم بالاتر از این میتونه بکشه. یعنی دقیقاً عین اینه که شما تابلو نقاشی ارائه بدین، میگین آقا این کار منه. این آدمی که اینو کشیده، نه یه دونه، مثلا 2 تا کار این شکلی کشیده، این احتمالاً چیه؟ این کار است. این میدونه داره چیکار میکنه. یعنی هم دقیقاً مقاله همچین نقشی داره. خلاصش میخوام بهتون بگم، مقاله ماجراش 10 صفحه مطلب نیست، 10 صفحه تکست انگلیسی نیست، خیلی ظرافت داره تو هر فیلدی که هستی، خیلی جزئیات داره، خیلی پیچای ریز ریز داره که باید تنظیم بشه. و نوشتن مقاله خیلی پین هم داره، آدم اذیت میشه، فشار با آدم میاد، سختی میکشه. و همینجا بهتون بگم رشد بدون درد امکان پذیر نیست. من یه پله بالاتر نمیرم مگر دردشو تحمل کنم. اگه فشار داره تو بهتون میاد، ببینید که داره یه جایی دارین پیشرفت میکنید. اگه زندگی تو خیلی خوش میگذره و یه 2 سالیه که خیلی اوضاع خوبه و داریم ساینس هم کار میکنیم، همه چیز مرتب و گل و بلبل و خیلی هم اوضاع داره خوب جلو میره، بدون احتمالا آنچنان پیشرفتی این همونی که هستیم. بالاخره اونی که میبینید واقعا میدرخشه یه جاهایی، ببینید چه دردایی این تحمل کرده که میدرخشه. تو فضاهای فیزیکال یکم دوتا مقیم یکم چیزتره، یکم چیه؟ یکم ملموستره. خب یعنی شما این طرف یه هیکل اینجوری مثلا میاد، مثلا کشتیگیر فلان، این طرف واقعا 20 سال چیه؟ درد تحمل کرده که اونجوری الان ما یک مینیمم میره بالا و سری وزنه رو اینجوری میزن و میاره پایین، درسته؟ باجوری نیست که داره میره. خب مثلا این بنده خدا چقدر درد تحمل کرده که به این نقطه رسیده. خب واقعا ساینس هم همینه. یعنی اگر شما میرید کسی میدرخشه در یه حوزه‌ای، صحبت میکنه، میبینید او بدون چقدر این درد تحمل کرده. بدون درد امکان پذیر نیست. من چند سالی میدوام و تجربه دویدن خیلی تجربه خیلی خیلی جالبیه. سالها این ورزشگاه انقلاب تو تهران میدویدم، پارک ملت خیلی وقت میدوام. شما تجربه میکنید، من چون به نظرم این یه جوری مهمه، تجربه مهمیه که شما میبینید در خودتون تغییر رو. مثلا من شاید مثلا 5 سال پیش 500 متر رو سخت میدویدم. اولین باری که 3 کیلومتر پشت سر هم دویدم، گفتم دیگه آخری عمرن من 3 کیلومتر رو 1 متر نمیتونم بدوم. یعنی 3 کیلومتر که تمام شد، گفتم دیگه تمامه دیگه، این آخر توان من بود که چیه؟ 3 کیلومتر من دویدم. خب ولی وقتی شما درد چه تحمل میکنید تا تهش میده دیگه، تا آخر انرژی تو مصرف میکنید، بعدتون میگه خب این معلومه یکم دیگه هم میخواد، بزنید در این ظرفه رو یکم چیکار کنیم، یکم سقف رو بریم بالا. خب وقتی تا تهش رو مصرف میکنید میگه نه این معلومه بازم میخواد. 5 کیلومتر که میدوید میگید آه 5 کیلومتر دویدم فلان، دل دیگه
دیگه تمام پام درد میکنه، خسته فلان اینا دیگه. میگه نه این بازم میخواد یه پله میره. اولین بار که 10 کیلومتر میدوید، اولین بار من اولین بار که مسابقه 15 کیلومتر شرکت کردم، آخرش گفتم وای خدای عجب، آدم اشتباهات بزرگی در زندگیش مرتکب میشه. واقعا آدم نونش نیست، آبش نیست، اینجوری آدم خودشو نابود بکنه. خب چند ماه پیش اولین بار یه دو ماراتون دویدم و اصلا بعد دو ماه یعنی واقعا داشت اشکم جاری میشد و از 42 کیلو خودم میدوه، میبینه که یعنی شما میبینید که پله پله هی این سقف رو میدین چی؟ بالا. خب الان مثلا آخر هفته یه هاف ماراتون تو دو ساعت میدم. هاف ماراتون تا چیه مثلا؟ خب یه دو ساعتی چیه؟ مثلا یه 20 کیلومتری دستگرمی مثلا دویدی، وقتی سقف میره بالا، بعد که شما مثلا 20 کیلومتر آب دیگه آرام، یه جمعه مثلا وقت میه بریم مثلا یه 20 کیلومتر بریم بدویم، نفسی بگیریم که عضلاتمون گرم کنیم و اینها. خب این قشنگ شما میبینید که سقف رفته و دقیقاً فضای ساینس هم همینه، یعنی شما فشار میارید این سقف رو هی میدید بالا، هی میدید بالا، هی میدید بالا، میرید بالا. درسته؟ یعنی این ماجرا این شکلیه و بد این سقف بدون درد بالا نمیره. خلاصش بله درسته. بکنید مثلا من یادمه که ما اولین ابسترکت علمیمونو، ابسترکت انگلیسیمونو میخواستیم برای کاری سابمیت بکنیم سال 2003. یه کاری برای کنگره میخواستیم بفرستیم. اینا بگم به شما، خیلی انتظار که شما دارم میگم اشتباه همین هست، ما خودم تجربه کردیم ها. یعنی اینکه مثلا راه بسازیم و ما جوونی و پر انرژیم و خودمون میخوام بریم کرج، اصلا ما چرا از اتوبان دیگران استفاده کنیم، بریم تو کار اینکه خودمون اتوبان سازی بکنیم و اینها. از این کارا کاری که ما همه خودمون گناهکار هستیم. یعنی من یه جلسه‌ای تو اون آزمایشگاهی که خودمون داره خودم دارم و اینها، یه جلسه بچه‌ها گفتم گفتم چه اشتباهاتی من کردم. یه جلسه دو ساعتی راجع به اشتباهات شخصی خودم صحبت کردم، همه اشتباهاتی کرده بودم، یه الان فرصتش نیست، ولی انواع اقسام اشتباهاتی که تو زندگیم کردم تو فضای علمی رو برای بچه‌ها، یکی این کار کردیم نابود شد، این کار کردیم منفجر شد، این کار کردیم داغون شدیم، این کار کردیم آبرومون رفت. میدونید یعنی همه این کارا رو یه لیست مفصلی من دارم که حالا یه تاک مفصل دیگه است. خب آره، یعنی انواع اقسام اشتباهات فاجعه‌ای که ما خودمون هیچ وقت اینا فراموش نمی کنم. من خیلی وقتا حتی بچه‌ها که شروع می‌کنن با استاد کامیونیکیت کردن اینها، ایمیل هم من ایمیلی که الان با ایمیل باکس که دارم مثلا سال 2004 دارم، نشون بهشون میام نکن من سال 2004 اینجوری ایمیل می‌زدم. خب فکر نکنید من از چیکه مادرش نمیدونم ساینتیست و فلان اینا متولد میشه. آدم یاد میگیره اینا رو و خیلی وقتا از بچه‌ها دانشجو عصبانی میشم، برمیگردم کار خودم میخونم، میگم نکن تو هم مثلا 15 سال پیش 20 سال پیش اینجوری مینوشتی. اینا حقیقت. بعضی ما میگم وقتی یکم مثلا جایگاهمون یکم تیزتر میشه یه جوری برخورد میکنیم بچه‌ها که انگار ما از روز اول هم چیه همین جوری بودیم. مثلا ما از روز اول، اصلا من از روز اول در لول ساینس مثلا مقاله مینوشتم. خب در که من یادم مثلا ما سال 2002 2003 ما خیلی از اینا رو میگم اشتباهاتی که ما کردیم، ولی یادمه که مثلا ما وقتی ابسترکت برای کنگره میخواستیم بنویسیم 5 ساعت 6 ساعت طول میکشید. تو دو سه نفر دور هم میشستیم میگفتیم اینو چی رو بنویسیم، مثلا لغتاشو مثلا افسر شده بود 300 تا، بعد یه میفهمیم او تو وبسایت 250 تا لغت میخواد، وای چجوری 50 تا رو کم بکنیم. 3 ساعت دیگه کار میکنیم 50 تا لغت رو از تو این کم بکنیم از تو این ابسترکته. خب الان مثلا من وقتی برای کنگره میذارم مثلا 20 دقیقه سری مثلا این متدش رو اینا میذارم پشت سرش اینا ابسترکت و فلان اینا رو سری حساب میکنم، مثلا 100 تا لغت کم میکنی، اشکال نداره، دقیقه نگاه میکنی اینو کم میکنی 20 دقیقه دیگه هم لغت ها. ولی من میخوام میگم حد اکثر تلاش شدن باید بکنه و فکر کنه که بهترین کاری که میتونه انجام بده اون بهترین کاره، پله پله بهتر میشه. من به دوستان میگم شما در سه حوزه باید اسکیلاتون قوی باشه. یک، حوزه کامپیوتیشنال، یعنی همین ماجرای آماری که الان صحبت کردیم، جنبه های کمی و کار کردن با دیتا بسیار بسیار کلیدیه. یعنی من دیتا تو دستمه،
از اون روز اولی که اولین سابجکت استادیم داره میاد من دارم دیتا رو آنالیز میکنم، نه اینکه طرف میگه مثلا میخواد یه مطالعه برین ایمیجینگ انجام بده، میگه آره دیتامو جمع کردم 30 نفر سابجکت گرفتم، حالا دارم اف ام آر آی آنالیز اف ام آر آی یاد میگیرم. میگم شو بده، میگم اولین سابجکت که اومده شما بتونی دیتاشو آنالیز کنی ببینی چی داری چی نداری، مشکلات چیه، کوالیتی کنترل بکنی، هزار یعنی این کامپیوتیشنال اسکیل که دیتا تو دستتون باشه خلاصش از اون اسکیلای بسیار مهمه. یعنی من روانشناسی اصلا میخونم ببین نداره، کار کردن با داده یک اسکیل بسیار مهمه. بعد دوم اسکیلای کانسپچواله که بچه ما اومد اسکیلای کانسپچوالشون یه هوا بهتره، خب ولی اینکه من پایه‌های تئوریک داستان رو میدونم، فریم ها رو میدونم، اساس رو میدونم، و در نهایت هم اسکیلای کامیونیکیتیو. یعنی چی؟ از این نقطه شروع میشه که من میتونم مقاله بنویسم، یه نوع کامیونیکیشنه، تا این نقطه میرسه که یه مهمون خارجی که توی کنگره میاد من میدونم چطور باش صحبت کنم، چطور باش حرف بزنم. یه کاری که من میکنم هم سعی میکنم بچه‌هایی که ما کار میکنن اکسپوز بشن، بتونن کامیونیکیت بکنن، چهار تا ایمیل بزنن، جلسه آنلاین بیان حرف بزنن، تزشون پرزنت بکنن، کنگره بیان پرزنت بکنن، نمیدونم. این از اون چیزه، یعنی یه کاری که لب باید بکنه این فرصت ها رو باید ایجاد بکنه. خب ما تو همین کنگره دو تا پنل داشتیم که بچه‌ها اومدن، بچهای دو تا لاین مختلف اومدن کارشون رو پرزنت کردن. خب یعنی خانم شفیع آبادی ما این کارو میکنیم به خاطر اینکه مثلا هدف برگزاری پنل اینه که بچه‌ها بیان تو پنل کارشون رو پرزنت کنن، یاد بگیرن. اگه من اینجا وای میستم صحبت میکنم، خورد خورد یاد گرفتم که چطور صحبت بکنم. 10 تا استاد دیگه من وقت دادن که من بیام حرف بزنم یاد بگیرم. حالا وظیفه منم اینه که فرصت ایجاد کنم دانشجو منم بیان چیکار کنن. و از این که اون کسی که پرزنت میکنه یکم کارش خوبتره یا بدتره، من فقط برام مهمه که احساس کنم این طرف داره چیکار میکنه، پله پله داره رشد میکنه. پس اینا اسکیلایی که ما یواش یواش میسازیم در طول زمان و برامون باید مهم باشه که همه این اسکیلا رو با هم داشته باشیم. یعنی ترکیبی از اینها با هم برای ما موفقیت رو ایجاد میکنه. یه اوورویوی سعی کردم بکنم برای اینکه شما یه در واقع دیدی داشته باشین که ماجرا به چه صورتی و چطور در واقع داستان جلو میره و اینها. به نظرم خواهم طور صحبت بکنن یکم کمک میکنه به ماجرا و بعد با هم اگر لازم باشه پرسش و پاسخ میکنیم تا انتهای جلسه بتونیم به یه جمع‌بندی با هم برسیم. امروز خواهم تو خدمت شما هستم. متشکرم. من ببخشید صدای منو داری؟ میشه اسلایدای منو بذارین رو دسکتاپ؟ نمیشنون. مرسی آقای دکتر. من دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. من یه اسلایدم طوریه که کلن زمانبندی مراحل مختلف تزم رو نشون میده، چون اون سری آقای دکتر گفتن که مثلا نشون بدیم که هر کدوم از این مراحلی که طی کردیم در واقع چقدر طول کشیده. ولی قبلش خواستم بگم که من قشنگ نمونه یکی از این اشتباهاتی هستم که آقای دکتر نشون دادن، به خاطر اینکه من الان وقتی رزومه رو بخوام جایی در واقع بفرستم یکم کات میکنم از پایینش. من لیسانس هم یه رشته بود، فوق هم یه رشته بود، بعد مثلا دکتر هم یه رشته دیگه، بعد کاملا هم اصلا یکم با هم ربط داشتم، ولی اصلا لیسانس و فوق هم کاملا بکراندم مهندسی بود و یه دفعه الان مثلا تو کلینیک دارم کار بالینی میکنم.
یکم خیلی با هم متفاوت بودم، ولی خب از این تنوع رشتم خودم احساس میکنم که باعث شد که من یه دید چندبعدی داشته باشم و یه ذره منو فلکسیبل کرده و اینکه باعث شده که وقتی من از یه بک‌گراند خیلی متفاوتی اومدم توی علوم شناختی، وقتی میخواستم مفاهیم رو یاد بگیرم باید با یه زبان ساده‌ای برای خودم این رو درست میکردم و همین باعث شد که یه جورایی الان وقتی کتابایی که مثلا سعی میکنیم بنویسیم و در واقع منتشر کنیم یه زبانی باشه که برای همه افراد قابل فهم باشه و بتونم باش ارتباط برقرار کنم. به هر حال یه ذره مزایا داره یه ذره معایب هم داره دیگه، ولی خب به هر حال الان اینجا. من سال 92 دکترای روانشناسی پژوهشکده علوم شناختی قبول شدم و تقریبا حدود 3 ماه پیشش با آقای دکتر اختیاری آشنا شدم و از همون موقع شروع کردم تزم رو در واقع پای ریزی کردم به فرض اینکه من قبول میشم و در واقع وارد این حوزه میشم. از سال 91 در واقع شروع شد این ایده، چون من تزم راجع به توانبخشی شناختی بود تو حوزه اعتیاد و من اصلا اعتیاد رو دوست نداشتم و الانم خیلی ندارم هنوز، و اینکه من اگر یعنی من موقعی که رفتم پیش دکتر می‌خواستم بر اساس علایقم برم جلو و مهندسی شناختی رو در واقع شروع کنم، ولی نه استادش بود نه امکاناتش بود و این رو در واقع دکتر هدایت کردن این مسیر رو. الانم خیلی دوست ندارم پستاکم تو حوزه اعتیاد بگذرونم، ولی میدونم حداقل آیندهش خوب بوده تا اینجا و به هر حال علایق فردیمو فعلا گذاشتم کنار تا بعدن ببینم که میتونم بهش برسم. و از همون موقع ایده شکل گرفت و قرار شد که ما کم کم بیایم برای بازتوانی شناختی یه سری ابزار تولید کنیم. هر کدوم از اسلایدهایی که میرم در واقع نشون میدم یه خروجی شما توش میبینین که حالا یا در قالب مقاله یا در قالب کتاب منتشر شده و خب در واقع یک از مساقهای مواردی هستش که آقای دکتر اشاره کردن. شروع شد پای ریزی کردن و ما تو همون اوائل در واقع دنبال یک همکار بین المللی دیدیم که آقای دکتر یکی از بهترین افراد رو در واقع توی این فیلم معرفی کردن و شروع شد کامیونیکیت کردن با ایشون و در نهایت قرار بر این شد که تز من به صورت مشترک باشه و ایشون هم به عنوان یکی از اساتید مشاور توی این فرآیند باشن. تقریبا 12 ماه طول کشید تا یه مرور بر منابع اولیه انجام شد و اینکه ما پروپوزال اولیه رو نوشتیم و در نهایت چون که کار روی نمونه های انسانی بود باید براش کد اخلاقی میگرفتیم که این جزء همون اولین کارهایی هستش که همه باید فکر میکنم انجام بدن چون خیلی فرآیندش زمان بر هستش. بله حتما.
فردی داریم ما البته آقای دکتر. مثلا من یکی از اساتیدی که با هم کار میکردم مثلا تا آخر این که من تزم انجام دادم و هنوز یعنی این کار رو باور نداشتم، حالا الان مثلا خیلی یعنی این مشکل تو ایرانی هم هست. نه بعد سال بعدش که تقریبا مثلا دو سال 93 شروع کردیم، خب به هر حال برای هر پروژه باید دنبال یه فاندی آدم باشه به خاطر اینکه هزینه خیلی زیاده و اینکه خب این پروسش خودش طول میکشید که ما بخوایم به یه جایی درخواست بدیم برای فاند، که ستاد علوم شناختی رو در واقع ما توی این پروژه داشتیم همراهیشون رو از نظر مادی، و اینکه خب گرفتن کد اخلاقی تقریبا یک سال بعد تو همین سال 93 امکان پذیر شد، و اینکه توی این دوباره بازه کارمون رو توی مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ثبت کردیم به خاطر اینکه به هر حال یه شناسنامه برامون میشه و این کار رو در واقع با تیم پژوهشی ما میشناسن، و در نهایت کاری که کردیم بود که پروتکل رو قبل از اینکه دیتا ها رو شروع، یعنی اصلا مطالعه اصلی شروع بشه، چاپ کردیم توی یکی از ژورنالا و کار در واقع آماده شد برای فاز اصلی جمع‌آوری دیتا. یکی دو تا ابزار، یعنی در واقع باشگاه مغزم که حالا ابزار اصلی بود تو همین یک سال آماده شد و برای مطالعه اصلی ما یه پایلوتی هم البته اینجا کردیم که ببینیم به چه شکله. الان خودتون نگاه کن مثلا مقاله که مثلا اسمش مثلا بعد وقتی که دوستا میگم مثلا تو مثلا هاپا میشینی میگن آقا خلاون خوش اومد، میگه خلاون مثلا من اسمم جیمز ام من فلان منو با پاواز خوبی و فلان، یکی میگم من محمد عبدالجاسم مثلا من چیزم خلاون شما هستم، اوه وقتی پاواز تو حالا میگی مثلا محمد عبدالجاسم میگه من محمد عبدالجاسم مثلا میگه شما چیه دیگه این پرواز چیه؟ آره یا مثلا یه اتفاقی ما خودمون هم همین چیزی داریم دیگه، یکی از دوستان میگه مثلا مقاله مثلا به انگلیسی هست که چقدر علمی تره میدونی، یعنی وقت فارسی هم مقاله فارسی رو قبلا خوندی ولی یه بار دیگه انگلیسی که میخونیم عجب مثلا چه بحثای یعنی بایاس فرهنگی خوشبختانه یا بدبختانه بالاخره ما داریم در کشورمون، اینو باید بپذیریم که ما داریم با اسم حامد و حالا باز تارا باز خوبه ولی اون رضاپورشو باید عوض کنید خواهم دکتر، ولی چیزه با یه اسما این شکلی بالاخره داریم میفرستیم دیگه میدونید، یه طرف اسم ما هم اختیاری چطوری خوندن اسم ممکن براش سخت باشه، بعد این طرف میخواد تراست کنه به شما مقاله شما رو تو جورنال چاپ بکنه و مقاله شما بخوز اگه مقالتون فاندینگ مهمی داره که تاثیرگذاره میگه آقا یه چیز چاپ نکنید بعد معلوم بشه که یارو کلا سیستمشون فیک بوده، خب آبروی ژورنال میره اصلا. خب اینا مهمه میخوام بگم در نهایت تصمیم گیری بسیار بسیار مهمه. خب تو خواهش حالا باز در
افرادی هم داشتیم که مثلا آقای استوارت که توی امریکا کار میکردن و خیلی از کارامون هم رفرنس داده بودیم به این ایشون، حتی تو مقاله‌ای که داشتیم مینوشتیم و بعد فهمیدیم که ایشون هم کارهای اخلاقی نمیکردن و دیتا سازی یا فیک میکردن دیتا. حالا چند پیش بنده خدا بعد مشخص شد و اینا، بعدم خودکشی کرد، یعنی انقدر چیز شد که در واقع خودکشی کرد. یکی از استاد دانشگاه مریلند چیز کرد، خواست عملاً استاد دانشگاه بوفالو بود، ولی استاد دانشگاه بوفالو بود تو در واقع دانشگاه نیویورک بوفالو بود، خودکشی کرد آخرش. نزدیک 5 میلیون دلار فاند داشت، اینقدر آدم، یعنی میخوام بگم اتفاقا ماها داریم کار درست انجام میدیم، اونی که اسمش جیمز اتفاقا کار خراب داره انجام میده، ولی بالاخره اسم این ما حامد، اسم اون جیمز دیگه بالاخره. بله الان به این سمت رفته، الان خیلی از مجموعه ها عملا نه که فقط دیتا، شما باید کداتون رو هم، یعنی اگه شما بریم پیش خانم دو صف منش آر مارک داون یاد بگیرین و بتونن کداشون رو چیز بکنن، کداشون رو الان خیلی از مجموعه میگن کدتون رو و دیتاتون رو هم بیاین چیکار کنید، مثلا پلاس وان الان میگه بعد دیتاتون هم بیاین آپلود کنید، کدتون هم بذارید با آرک مارک داون که طرف بتونه دقیقاً همون آنالیزی که شما کردید رو بکنید، ولی هنوز جوری نیست. مثلا شما خیلی وقتا مقالات خوب نیچر جای خوب چاپ میشه، شما با وقت میدید این دپت میرین کار طرف تکرار میکنید، یه جایی گفته مثلا فلان روش رگولارایز استفاده کردم، حالا دقیقاً روش رگولاریزیشن چجوری بوده تو انجام دادید، بعد اخیراً ذکر نمیکنه، بعد اینکه شما میرید رپلیکیت میگم در نمیاد داستان. اینا گیرایی که هنوز تو فضای ساینس هست ولی به این سمت داره میره. بعد آره اصلا بحث ما این نیست که حالا چه خطاکاری هایی میشه در این فضا انجام داد، یه چه بایاس هایی وجود داره، اون خودش ماجرای دیگه است. ما امروز یکم بیشتر سعی کردیم می‌خوام بخوام دکتر تجارب شخصیمون رو یکم با هم به اشتراک بذاریم، راجع به اون ماجراها که حتما مطالب و منابع خیلی زیادی هم وجود داره که چطور ممکنه ریسرچ بد بشه آدم انجام بده. بله خانم، حالا بین سال یعنی تو سال 94 جدا از اینکه مرحله اصلی مطالعه ما شروع شد و ما تقریبا 9 ماه درگیر جمع‌آوری دیتا بودیم، اتفاق خوبی که افتاد این بود که اول سالش یکی از اساتیدی که توی این حوزه باستانی شناختی فعالیت کردن، خانم ویلسون، اومدن ایران و در واقع خب البته قبلش هم ما تو کنگره دیگه ایشونو دیده بودیم و این ارتباط که همون موقع شکل گرفته و باعث شد که دعوت بشه و یه از تیم از آقای دکتر اختیاری که یه چپتری رو در توی یکی از کتابایی که توی این حوزه چاپ شد و یه کتاب تقریبا برای به عنوان رفرنس فکر می‌کنم می‌خواد استفاده بشه به ما دعوت کردن و در واقع باعث شد که ما هم توی این حوزه فعالیت کنیم و باهاش همکاری کنیم. اینجوری هم نبود البته که مثلا اون طرف بیاد ایران و اینا. شما در نظر بگیم ما یه کنگره رفته بودیم استانبول، کنگره جهانی بازتوانی مغزی بود و خب بعد کنگره همین بلند میشه میرن این برنامه به شرخ ما سری همش دنبال بودیم که با کی صحبت کنیم و کیو پیدا بکنیم و اینها، و بعد این خانم ویلسون رو گفتیم یه نهار دعوتش کردیم، اگه شما یادتون باشه دعوتش گفتیم مثلا این نهار با هم بخوریم، تو مثلا میخواین نهار بخورید میتونیم با هم نهار بخوریم. از این نهار میگم عکسای نهار هم داشته باشین شما دارین؟ اینجا ندارم. آره عکس، یعنی یه نهار گفتیم بهت بدیم، یه نهار چیزی با هم خوردیم و اینها، نهار این شد که خلاصه نمکگیر کردیم طرف رو. بعدم گفتیم بیا ایران و اومد و ایران و خانم تو بردن شیراز و دیگه خلاصه از اونجا شروع شد که دیگه نمکگیر شد. و بنده خدا بعد گفتش بیاین من یه تکست بوک دارم می‌نویسم، یه پارتی از یکی از چپترها رو شما بنویسید. بعد گفتیم خب باشه، ما با یه پارت شروع می‌کنیم. شروع کردیم پارت می‌کنیم، پارت کوچیکه ها، حیف، یه موضوع خیلی مهمی ما می‌خوام بگیم و اینا. گفت چیکار می‌خوام بگم، مثلا یکم بزرگتر مثلا پارت ما، چون مثلا یه چپتری بود که مثلا 7 8 تا پارت داشت راجع به حوزه، عنوان چپترش بود حوزه‌های دیگه بازتوانی و اینها، مثلا اینجوری مثلا آدرز، مثلا چپتر آخر مثلا دیگه چه چیزایی میشه کرد و اینا. بعد مثلا از اون نقطه‌ای که شده بود به ما و گفتیم ما مثلا بیایم توی حوزه فلان کار کنیم و خلاصه در نهایت شد چپتر دهم کتاب، یعنی ما چپتر اول و یه چپتر کامل فکر کنم 8 9 صفحه‌ای الان شده، یه چپتر خیلی خیلی بزرگ. یعنی پله پله آدم چیکار می‌کنه، میره جلو و بهای بهتر و بهتر میشه. آره میخوام بگم اکتیویلی و پرو اکتیویلی، آدم یه وقتی یه هدف مشخصی داره اینو چیکار میکنه؟ دنبال میکنه و بعد میسازه اینها رو پله پله با هم میاره بالا. بله خانم، بعد
بعد از اینکه خب دیتا جمع‌آوری شد و خب تحلیلش هم انجام شد، البته تو تحلیلش باز خب خیلی مشکلات بود، برای اینکه از نظر آماری من خیلی از نظر آماری قوی نبودم و نیستم حتی الان، اما اینطوری بود که مثلا آقای دکتر یه کیوی میدادن، بعد من میرفتم بعد مثلا بعد میشستم میخوندم اونو یاد میگرفتم کامل و بعد باشون چک میکردم و در نهایت شروع شد فرایند نوشتن مقاله، که اینم حدود نوشتن اولیش 1-2-3-4-5 ماه فکر کنم طول کشید نوشتن اولیش، که بعد برای بعد یکی از اشکالاتی که در واقع تجربه‌ای که بود همین آپلود کردن دیتاها توی پایگاه‌های در واقع همین که الان گفتین شما برای دیتا گذاشتنه که مقالات در واقع میخوان، یعنی ژورنال ها میخوان این رو، در ما این اون موقع شروع کردیم و من فکر کنم باید زودتر از اون حد شروع میکردیم. یه مجموعه‌ای باز وجود داره به اسم اوپن ساینس فاوندیشن که شما میتونید کارتون رو از روز اولی که شروع میکنین رجیستر بکنید. ما خب بلد نبودیم اوپن ساینس فاوندیشن، البته تازه هم 2-3 سالی راه افتاده. چند نفر تو جمع از اوپن ساینس فاوندیشن استفاده میکنن پلتفرمش؟ 1 نفر 2 نفر؟ خب الان دقیقا نگاه کنید Open Science Foundation، نگاه کنید پلتفرمشون رو. از روز اول شما میتونید پررجیستر کنید ترایالتون رو. ما چون بلد نبودیم آخرش فقط اومدیم دیتامون رو گذاشتیم، گفتیم ما این کارو کردیم، وقتی تو مقاله هم چاپ کردیم گفتیم این لینک دیتامونه، هر کس میخواد بره دیتای ما رو چیکار کنه؟ ریانالیز بکنه. خب یعنی کاملا شفاف کل دیتابیسمون روی در واقع Open Science Foundation گذاشتیم. خب ولی بهترین بود که از روز اول اصلا و راستشو بخواییم مقالمون رو برای ژورنال خیلی بالایی فرستادیم، اگه خواهم توی یادتون باشه تو مجموعه لنست فرستادیم. خب یه ژورنال خیلی چیه؟ تنها ایراد عمده‌ای که از ما گرفت خواهم تو چی بود؟ این بود که شما روال آنالیزتون رو نه روز اولی که ترایال رو رجیستر میکردید نگفتین چه آنالیز آماری میخواییم بکنید، یعنی تو پر رجیسترشنتون نیومدید بگین دقیقاً چی با چی مقایسه میکنید. مثلا فرض کنید ما اومدیم یه پی سی ای که فاکتور آنالیز کردیم رو دیتابیسمون، بعد یه دیتابیس کار کردیم بخاطر اینکه حجم نمونا رو حجم وریبل ها رو کم بکنیم و اینها، چون این تو پلن اولیه اون ما هم چیزی گزارش نکرده بودیم، اون ژورنال چاپ نکرد مقاله رو، در واقع میتونست اونجا هم چاپ بشه. خب ولی ایراد اصلی این بود که چرا قبلا تمام روش آماریتون رو گزارش نکرد؟ یعنی حتی اینا برای آدما مهمه الان، یعنی شما دقیقاً بگین که میخواین حتی از اول بدونین که پلن آنالیز آماریتون میتونه چی باشه. خب و ایدئالش اینه که حتی میگن کدای آنالیز آماریتون رو از قبل از اینکه ترایالتون شروع بشه و بتونین روی دیتابیس روی پلتفرم اونجا آپلود کنین، بگین من دقیقاً میخوام وقتی دیتا میاد بندازم تو این اسکریپت آنالیز بکنه، هر چی این بده من ریپورت میکنم دیگه، باش بازی مثبت یا منفی هر چی هست همین رو ریپورت میکنه. این الان استاندار الان اینه، بعداً نمیتونی خب 20 تا وریبل بدم 50 تا چیزو بسنجم اینا رو با هم کورلیشن بگیرم بالاخره یکی با یکی دیگه وصله. این استانداردش نیستش و تقریبا ما 3 ماه فکر کنم درگیر هی فرستادن و در واقع گرفتن حالا عکس، یعنی یه فکر کنم به 3 تا ژورنال فرستادیم که یکی دو تاش بدون هیچ دلیلی رد میکردن، اصلا هیچ دلیلی نبود، و یکیش هم که به این شکل بود دیگه. و در واقع توصیه من همیشه بچه‌هایی که دارن تز دکترا میگذرن اینه که حتما مقاله رو زودتر شروع کنیم، به خاطر اینکه دفاعتون هی به خاطر اینکه مقاله رو هنوز اکسپت نگرفتین هی میفته عقب و این خودش حوزه خیلی زمانبریه. و تقریبا من کارم از شاید بگم توی بهار آماده بود، ولی خب متاسفانه منتظر مقاله بودیم تا اینکه در نهایت فکر کنم به فاصله 1 هفته‌ای که مقاله تاییدش اومد من مهر ماه دفاع کردم، مهر ماه همین امسال دفاع شد و یه سری هم دوباره توی این سال ما شروع کردیم ابزار تولید کردن با توجه به تجربیاتی که تو این 4 سال داشتیم، ولی باز تو همین حوزه بازتوانی شناختی برای اعتیاد، حالا با یه سری در واقع اضافه کردن اجزای دیگه، مثلا سایکو ایژوکیشن رو ما قبلا خب خیلی بهش اهمیت نمیدادیم، اما الان و هم تو آینده در واقع قراره که بیشتر به این پکیجایی که داریم کار میکنیم روش اضافه کنیم. و در نهایت خروجی سال امسالمون هم فعلا حالا 2 تا مقاله و 3 تا پوستر و 1 کتاب انگلیسی. اصلاحی دارید یا همین آخرین؟ نه فقط
آخرش این که من یه سری کارا رو نکردم که باید انجام میدادم، یه سری این که مثلا وقتی شما دیتا جمع آوری میکنید. خب بذار قبل از اینو بگی، من دکتری بگم بعد شما جمع بندیتون بکنید. بکنید خانم دکتر قبل از اینکه بخوان برای جلسه بیان خیلی متمایل نبودن بیان، من چند بارم بهشون گفتم و اینها خیلی خوشحال نمیشن خیلی وقتا پیشرفتاشون و کار خوبی که میکنن و پرزنت بکنن این بر اون بر، ولی من خواهش کردم گفتم که با این هدف شما بیاین که فکر کنید که بالاخره شما وقتی ارائه میکنید به دیگرانی که میخوان مسیر رو طی کنن کمک میکنه برای اینکه بدونن چطوری مسیر رو میتونن طی کنن. الان خودشون نمیگن که توی کارشون رو توی کنگره جهانی اعتیاد ارائه کردن توی اکتبر دیگه بود ها، بگم اشکال نداره، اونجا ارائه کردن جایزه نایدا رو که نشنال دکتر آگابیوز امریکاست، مرکز ملی مطالعات اعتیاد امریکاست، توی کنگره بردن به عنوان مرکزی که جایزه در واقع نایدا رو توی کنگره جهانی اعتیاد بردن، کاری که تو تزشون انجام داده بودن و سخنرانی داشتن اونجا. و بعد ما از کار تز خانم دکتر یه پکیج و متریال در آورده بودیم اونجا، دعوت کردن ما رو که یه دسک داشته باشیم و اینا رو بیایم پرزنت بکنیم و ما یه تعدادی از این پوسترا برده بودیم، چون من یه مدت بعدم می‌خواستم بخوام برم امریکا، ما بودم 500 پوستر برده بودیم، گفتیم مثلا اینا رو یه 200 تاش اونجا استفاده می‌کنم، بقیه‌اش من چون کار دیگه داشتم یه میتینگ دیگه می‌بردم. ما هر 500 تا پوستر رو ظرف یه مدت دو روزه ملت اومدن بردن و روز آخر پوستر دیگه نداشتیم و بعد کلی فیدبک و جلسه و فلان و اینها، دوستانی که از ترکیه اومدن گفتن ما میتونیم کار بخوام کار شما رو رپلیکیت کنیم. الان فکر می‌کنم تا الان به 6 تا زبان منتشر شده، یعنی این پکیجی که ما تولید کردیم تا الان به 6 تا زبان مختلف ترجمه کردن، 4 تا دیگه در راه داره میاد زبان مختلف و اینا. یعنی یواش یواش وقتی شما تو این فضا میبرید میبینید که میتونید چیکار بکنید، این تو فضا بین‌المللی میتونید کارتون رو ارائه بدین و میخوان آدم‌ها، وقتی میتونید پرزنت کنید کار خوب انجام بدید، داستان فقط داخل مرزهای کشور خودتون نیست، همه دنیا منتظر کار خوب و کار جالب هستن. و یه چیز دیگه مثلا ما اینجا استفاده کردیم این که یک از سیکرت وپن هایی که من داشتم از قبل، چون من با دوستانی داشتم که کار هنری میکردن، اینها رو درگیر کردیم، کارتونیست ها و گرافیست ها و اینها، محتوایی که تولید کردیم خب خیلی خیلی شکیل شده بود، یعنی تو فضای بین المللی هم کسی با اون کیفیت، یعنی ما ساینتیستی که کار با کارتونیست ها کار بکنه کم داریم در دنیا. من گفتم این سیکرت وپن منه، من بعد از این سیکرت وپن چیکار کنم استفاده بکنم، و این باز کمک کرد ما رو یه پله از اونی که بودیم در واقع جلوتر بتونیم کارام رو ارائه بدیم. اگه بخواید توی غرفه مجموعه مهرسا دارن فکر کنم پوسترای انگلیسی رو هم شما آره این مجموعه رو فکر کنم انگلیسی هم دارن اونجا، یه تعدادی من گفتم بچه‌ها بیارن ببینید که چه شکلی است، یه همچین در واقع پکیج شما نگاه بکنید. حتی ما اون رنگ بندی اینا، چون سه تا رنگ مختلفه، رنگ کارتون ها اجزاش، اینا خیلی با جزئیات و ظرافت کار کرده که الان میگم تا حالا به 6 تا زبان مختلف تا الان ترجمه شده و داره زبان‌های دیگه اش هم داره میاد. یعنی میتونه این اتفاق به این شکل پیش بره. از طبق فرمایش خامتور شروع کردم که این پیشرفت ها پله پله شکل میگیره. الان هم خود خامتور میخوان دوره پس و دکتراشون رو تو همین زمینه ادامه بدن تا انشالله دانشگاه حالا شروع بکنن کارهای هیئت علمیشون اینا انشالله، ولی این فرایند رو دارن الان طی میکنن. همه اینها خب میگن رفتش به احتیاج چیه؟ نه عکسشو بیارم یا نه یا نه بیارید. چی با احتیاط چیه؟ من متوجه نشدم. خب ما کلن اومدیم تو حوزه توانبخشی شناختی برای افراد مصرف کننده مواد که دچار آسیب مغزی میشن، یه در واقع دوره‌ای رو طراحی کردیم که هم تمرین مغزی داره هم آموزش داره. خب و الان مثلا حدود تعداد مطالعاتی که تو این حوزه داره انجام میشه خیلی کم بود مثلا 4 سال پیش که ما شروع کردیم، ولی الان مثلا برمیگردیم میبینی هی داره هر روز، حالا هر روز که نه ولی تقریبا هر ماه، همون تیمایی که از 4 سال پیش شروع کردن هی مقالات جدید، هی کارهای جدید میدن. و اینکه الان استفاده از توانبخشی شناختی به عنوان یه پروتکل مکمل درمانی تو حوزه اعتیاد میتونه نتایج امیدوارکننده ای رو داشته باشه. یه سری اشتباهی حالا کمکاریایی که کردیم این بود که خب من توی شما هر وقت به من میگفتین هی ولی خب من
گوش نمیدادم، اینکه دیتا ها رو وقتی شما میخواین جمع کنی، هر موقع تو فاز جمع آوری دیتا هستین، حتما این دیتا ها رو خورد خورد وارد اون حالا نرم افزاری که دارین استفاده میکنین از آماری وارد کنین که یهو همش نمونه. بعد مثلا بعدش ممکنه سری میسینگ داشته باشین، اون موقع میتونین کنترل کنین، ولی وقتی که تموم میشه اون پروژه دیگه کاری نمیتونین بکنین. و اینکه مثلا فالوآپ اگه دارین حتما حواستون باشه که این فالوآپ ها چون خیلی مهم هستن، باز برای دیتا جمع کردن، دیتا گرفتن خیلی مهمه، باید حواستون بیشتر جمع باشه. و اینکه من خودم شروع کردن مقاله رو هی عقب مینداختم، شاید هم یکم کمکاری از من بود، یه زمان بندی بهتری اگه داشتم شاید الان مثلا مقاله دوم سوممون چاپ شده بود، نمیدونم. و اینکه خب حواسم یه ذره گوش نکردم دیگه به استاد راهنما. عالی، خیلی متشکرم. خانم کنی اولا نکته مهمی که در مورد تز خانم دکتر هست اینه که الان مشتری داره. این الان بهزیستی، ما جلسه قبلی که دوستانی که تو پیش کرده بودن یادشون باشه، معاون اعتیاد بهزیستی اومده بود و اینا دارن دنبال میکنن که اینو تو ایران اجرا کنن. نه فقط در ایران مشتری داره، در جاهای مختلف دنیا الان مشتری داره. ما الان شبیه این رو تو کشورهای دیگه داریم سعی میکنیم انجام بدیم، اجرا بکنیم. یعنی از روز اول میدونستیم یک کاری داریم میکنیم که محصولش خریدار داره، یعنی یک چیزی که به درد میخوره و میتونیم دنبال کنیم. خریدار پژوهشی داره، خریدار، یعنی آدم ها هستن، آدم ها تو دنیا هستن اون قضیه پول بدن، سرمایه گذاری بکنن. یعنی توی زمینه کار نکردم که بعد دنبال کسی بگردم به ما پول بده. خود ایران هم وقتی تو میزنیم میگیم ما رو حوزه اعتیاد فلان کار کردیم، همین میگن اعتیاد چیه؟ یه نیازه. ما تو این حوزه پول میدیم، گرانت میدیم، امکانات مالی وجود داره. روی بیماری کار نکردیم که همه بگن نه خب ما انقدر بدبختی دیگه داریم که به این یک بیماری نمیرسه. یه چیزی که واقعا فشارش رو مردم احساس میکنه. خب به عنوان جمع‌بندی، آخرین نکته‌ای که من به ذهنم میرسه خدمتتون بگم اینی که در نهایت ساینس بر مبنای عشق و علاقه و کنجکاوی. اگه واقعا میخواین ساینتیست بشین باید لذت ببرید ازش، کیف کنید. عشق تو این باشه که میرم یه کنگره‌ای، میرم سخنرانی فلانو گوش میکنم، اینو یاد میگیرم. چون میرین خیلی از آدم ها هستن میگه فلان کنگره میرین رفتیم فلان جا سعی بینیم کارت میزنیم که بریم مثلا بریم بچرخیم توشه. خب این فرد ساینتیست نمیشه. بعد دوست بعد کیف کنیم، بگیم که من بهترین کارم اینه که ترم یه فرصتی پیدا کنم یه چیزی یاد بگیرم. کنجکاو باشین و فکر کنید که من این کنجکاوی من کمک میکنه که من درهای جدید رو باز کنم. از اینکه مقاله جدید ازتون منتشر میشه کیف کنید، از اینکه یک دیتای جدید دارید، از اینکه دارین آنالیز میکنید. یعنی این بازی کردن با دیتا، این تحلیل اطلاعات، اینکه یه سوال طرح بکنید و سوالتون تایید به جواب بکنید، تایید به محصول بکنید، از این کار لذت ببرید. باید عاشقش باشید. اگر عاشق چیزی یا کسی هستید، اگه تو عشقتون بهش خیانت بکنید، عشق از بین میره. یعنی اونایی که عاشق یه شخصی هستن و تو اون عشقشون به اون عشق خیانت میکنن، یعنی خیانت تو فضای ساینس چیه؟ من یه دیتابیسی دارم، ریزالت سیگنیفیکانت نیست یا مارجینالی سیگنیفیکانت شده 0.051 مثلا. خب بعدم شنیدم که پی ولیو باید زیر 5% باشه، یعنی یه دونه از این دیتا رو 10 بکنم 12 چی میشه؟ میشه 0.049، میشه زیر 5%. میتونم بگم ریزالت هم چیه؟ سیگنیفیکانت. مثل اینا یک هستن که یعنی حالا من تو زندگی میاد یه خیانت کوچولو میکنم اتفاقی نمیفته. اینجوری نیست، یه اشتباه، یه لغزش کوچیک، یعنی من چی شدم؟ یه دیگه رفتم دیگه. اگه من عاشق یه چیزی هستم باید دقت کنم. عشق یه چیزیه که باید خیلی خیلی مراقبش باشم. یه وقتی من زیرابی میرم، یه وقتی حالا یه وقتی پیش میاد مثلا یه کاره، این اون عشق دیگه، از اون عشق مرده دیگه. این شما اگر ذهنیت اینه که من یه جای زیرابی میرم، یعنی این که چیه؟ عشقی وجود
نداره. جا به منه، وظیفه منه، مجبورم از این پول در میارم. راه دیگه پول در آوردن با این فرد دارم زندگی میکنم به خاطر اینکه گزینه دیگه ندارم، به خاطر اینکه بچه داریم نمیدونم زندگی بالاخره داریم زندگی، ولی عشقه. و بعد عشق اگه به این حوزه به این فضای علمی عشق دارید، صبح روز جمعه به جای هزار یک کار دیگه که میتونید بکنید میان تو جلسه شرکت میکنید، این عشق رو بعد بهش آب بدین، بهش برسین، بذارین رشد بکنه و مراقبش باید باشید بدون اینکه یه خیانت کوچیک بهش از بینش. اینجوری نیست که یه خیانت بریزید خشک میشه دیگه. وقتی خشک شد صبح روز تعطیل وقتی میخوایم برید یه کنگره میگید وای دیگه بخوابیم بهتر از خود. ببینید عشق از بین رفته، شور و شوق وجود نداره و دیگه برم نمیگرده. اگه میخواین تو این حوزه موفق باشین مراقب عشق خودتون باشین. روزم میگی بخیر.